کار دیگری که دارم در کار خودم انجام میدم تداوم زندگیه، تداوم طبیعته و زندگی در حرکت، در ایستانیست، همیشه در هیجان و حرکت. و این شور زندگی رو من خواستم به وسیله رنگ و قلم و طرح در آثار خودم ثبت بکنم. محمود فرشچیان در نقاشی‌های خودش مکتبی تازه رو پایه‌گذاری کرده که هرچند ریشه در سنت نگارگری و تصویرسازی ایرانی داره، اما با فضای نقاشی‌های مدرن هم بیگانه نیست. فضاسازی‌های پویا، تمرکز بر جزئیات، واقع‌گرایی، تکنیک‌های جدید در ساخت و ساز نقاشی، ترکیب بندی های پیچیده و توجه به ارزش های خطی از جمله نوآوری های فرشچیان در ایجاد اسلوبی جدید برای نگارگری ایرانی و معرفی اون به عنوان یک سبک بین المللی از دستاورد های هنر ایرانی هست. در اثر پیش رو، هنرمند با حذف خط زمینه 7 پیکره انسانی رو در فضایی معلق تصویر کرده. نوع پیچش فیگورها به گونه‌ایه که این تعلیق رو با سبکی، بیخیشی و حالتی از مستی همراه میکنه. احتمالا 4 سالم بود یا 5 سالم، 4 سالم بود که در اصفهان اون حوض‌هایی بود که گود بود و من یادمه که بعد از ظهر تابستون من تو اون حوض افتادم. دیری نمونده بود که غرق بشم و از بین برم و من یادمه که دست و پایی که تو آب میزدم، اون حرکت ها و موج ها شاید احتمالا در روح من، در ذهن ناخودآگاه من نقش بسته. نقطه کانونی اثر این ساز دف هست و چشم مخاطب با حرکت دست مرد به صورت مارپیچ به سمت بالا و چپ حرکت میکنه و در پیچشی دلنشین به ساز نی میرسه و در نهایت به ساز تنبور در سمت راست کادر ختم میشه. شیدایی و شوریدگی شخصیت‌ها در کنار نوع حرکت ابرها، لباس‌ها و دستارها حس موسیقیایی اثر رو تقویت میکنه. گویی که 7 پیکره نمادی از 7 وادی عشق هستند که جز با پیروی از دل نمیشه از اونها گذشت و منزل به منزل مراتب سلوک در اون با صدای دلنشین و اهورایی همراهه، صدایی شبیه سازهای ایرانی. هنرمند با پرهیز از رنگ پردازی البسه حال و هوای مثالی اثر رو تقویت کرده و ساحت زمینی رو به حد اقل رسونده و فضا رو کاملا در تجسم خیالی فرو برده. این نوع از نقاشی و پرداختن به فرم و معنا خاص استاد محمود فرشچیان هست.